درود مجدد به شما. به انتخابات 98 خوش آمدید. یک عضو دسته انتخاباتی دولتساز در یک نوار صوتی از اعضای این گروه می‌خواهد که برای رخداد شکستن قفل در کمیسیون دلایل قوی داشته باشند. این نوار صوتی به شینکای کروخیل عضو ارشد دسته انتخاباتی دولتساز نسبت داده شده که با آقای سلطانزوی، عبدالی و عمر داودزی میگه که سازمان ملل به آن مشوره داده که در پیوند به واقعی دیشب از خودشان دفاع کنند. همزمان با این دسته های رقیب انتخاباتی اشرف غنی میگویند که این کار آنان صدمه زدن به دموکراسی است و میتواند انتخابات افغانستان را به بحران ببرد. حالا پرسشی که به میان میاد، واقعا تیم دولتساز در بحث شکستاندن قفل دیتا سنتر دست داشته؟ اگر نه، پس این کلپ صوتی بیانگر چیست و واقعا آنچه که منصوب به خانم کروخیل از اعضای ارشد تیم دولتساز نسبت داده میشه چقدر واقعی هست؟ برمیگردیم پس از گزارش. یک نوار صوتی در صفحات اجتماعی دست به دست می شود که به خانم شینکای کروخیل عضو مجلس نمایندگان عضو ارشد دسته انتخاباتی دولتساز نسبت داده شده است. گفته می شود این نوار از گروه پیامک واتساپ همکاران ارشد دسته انتخاباتی دولتساز به بیرون درس کرده و در آن موضوع رخداد چند شب پیش کمیسیون به بحث گرفته شده. ظاهرا همان موضوع شکستن قفل مرکز گردآوری اطلاعات بایومتریک است. سلام به همه اعضای محترم گروه، جناب عبدالی صاحب و دیگر همکارا. مو چنل که ما ساخته بودیم در خدیوی نما، اونا جدا مشوره دادن که چه آجل بیاین با یونما مسئله اما واقعی مشابه باید از خود دفاع کنین و برست کمن که سر موضوعیت ما یا موقف ما تأثیر کرده است. تا جای این نوار صوتی از سوی دسته انتخاباتی دولتساز هم تایید می شود. معلومات یک طرفه به جامعه بین‌المللی ارائه می شد. هدف خانم کروخیلی بود که این معلومات تصویرش تکمیل بکنیم و معلوماتی که ما داریم او را هم با جامعه بین‌المللی شریک بسازیم. اما دسته انتخاباتی ثبات و همگری می گوید اگر چینل در یونما از دسته انتخاباتی دولتساز باشد نشان می دهد که زمینی تقلا با همکاران بین‌المللی هم هموار شده است. ما نگرانی های خود را بیان کردیم که داخل کمیسیون انتخابات هم ای به این چینل سازی و باند بازی و پارت بازی دست میزنن. حالا از صحبتشان چیزی که برداشت میشه که داخل با همکارای بین المللی هم به چنین بازی دست زدن. دسته های انتخاباتی دیگر از کمیسیون میخواهند تا وضعیت را به گونه بهتر مدیریت کند، زیرا همچون رخدادها از نظر اینها میتواند انتخابات را به بحران ببرد. این مداخله میتونه تجربه گذار به دموکراسی را در افغانستان ناکام بسازه و تحکیم دموکراسی را با چالش ها و دشواره های زیاد روبرو بسازه. خواستیم در مورد این نوار صوتی دیدگاه بانو شینکای کروخیل را داشته باشیم، اما تماس های مکررمان از سوی وی بی جواب مان. این نوار صوتی پرسش های زیادی را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته. آنچه که قابل بحث است واقعا این کلپ از خانم کروخیل هست؟ اگر هست چرا جنابشان حاضر نشدن که پاسخ بتن و آقای سلطانزوی هم به شکل این مورد را تایید کردن؟ حالا در بحث جناب جاوید احمد غفور عضو سخنگوی دسته انتخاباتی دولتساز اینجا با ما هستند، در کنارشان جناب فریدون خوازون سخنگوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و محمد عارف کیانی سخنگوی دسته انتخاباتی امنیت و عدالت. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز، ممنون از تشریف آوریتون. بین از همین بحث چینل ما در یونما آغاز کنیم. جناب غفور، چیزی را که خانم کروخیل مطرح کردن، چی نیاز به دلیل قوی برای رخداد اخیر در کمیسیون وجود داره؟ سلام تاسو ته په میز کې را سره درنو میلمنو ته. دغه حادثه چې شوې وه دا یوازې د دولت جوړونکي ټیم د بدنامولو لپاره شوې وه. یوناما یا ملګري ملتونه چې دي دا زموږ د پروسې شریکان دي په نظارت او نورو برخو کې، او هغه مثبت تصویر او منفي تصویر که نړۍ ته وړاندې کوي د دوی رول پکې هم شته دی. یوازې میرمن کروخیل چې دغه خبره کړې هغه یوازې د دې لپاره کړې ده چې موږ کوشش وکړو هغه اتهام چې په موږ باندې دوی وارد کړی دی د هغه په اړه باندې مثبت تصویر ورکړو، هغه څه چې موږ پورې اړه نه لري د هغې په اړه باندې یو واضح او روښانه تصویر دی خلکو ته ورکړو. حالا این چینل ما در یونما
اگر شما من حیث شهروند افغانستان این صوت را بشنوین چی فکر میکنید؟ گوره خبر داده چه ټول یونامال ټول کاندیدانو سره کینی یونامال ټول دغوی سره دغوی لاستازو سره کینی یعنی دا کومه دغه یونامال استاز دا چې دغه په خبرو کې داس یو اشتباه لري شو لفظی اشتباه به له خبره ده کینی یونامال ټول سره کینی له ټول اساس سره له ټول کاندیدانو سره او یونامال چې دغه پروسی غ اصلي ناظر کوونکی د زګد ملګرو ملتونو اساس دفتر ده. حالا این پرسش هم مطرح شده که نهادهای خارجی در یا نهادهای بین‌المللی در کار کمیسیون انتخابات افغانستان و بحث انتخابات افغانستان مداخله میکنند. گوره به سو مسائل دی خبر داده شده ملګرو ملتو رول دلته څه دی؟ هغه د ناظر رول دی، هغه په بعضی ساحو کې مثلا هغه د مرسته کوونکي رول دی، په بعضی ساحو کې د مشوره ورکوونکي رول دی، او د افغانستان څخه د یو تصویر وړاندې کوونکي رول دی په نړیواله کچه باندې، په دغه کچه باندې دی. نور د افغانستان د ټاکنو خپلوان کمیسیون چې دی که مثلا نور دی د شکایاتو کمیسیون دی، دا خپل واک دی او دی خپل واک توګه باندې خپل کار مخته وړي. حالا تیم رقیبتان، یکی از رقیبای سرسختتان ثبات و همگرایی است، گفته این کلپ و این گفتای خانم کروخیل نشان میده که حتی نهادهای بین المللی در کار کمیسیون مداخله کردن و بحثی که شما نیاز به مطرح کردن دلایل قوی دارین. نه دا اسی یو اداده دوی دا هم ویلو چې د دې کلوب په ماتولو د سیسه کې دولت ساز خېلو. نو زه یو پوښتنه کوم، په دغه شپه باندې او بجې ناظرین ټول رخصت شوي دي؟ او بجې چې ناظرین رخصت شوي دي، دغه ټیم ته چا دا اطلاع ورکړله د دوی ناظرین خالته نه و چې دا کلوب مات شوی دی؟ که چیرته ناظرین او بجې رخصت شوي، د دوی ناظر هلته پاتې شوی، په کوم اساس پاتې شوی؟ دوهم مهم بحث دا دی که د کمیسیون نه یو چا دې ته اطلاع ورکړي، خو دا خو ښکاره ده چې په کمیسیون کې بیا دوی اړیکې لري، موږ هېڅ اړیکې نه لرو. یو یې وایي چې او بجې موږ ته اطلاع راکړل شوه، بل وایي چې موږ 12 بجې هلته لاړو. نو بیا له دې معلومیږي چې دا کلوب چا مات کړی، دا یوه دسیسه وه د دولت ساز په وړاندې. حتی همین کلوب یک دسیسه است؟ دا کلوب ما درته وایي چې دا یو عادي دغه دی. یو څوک مثلا خپل ټیم سره مشوره کوي چې موږ څنګه کولای شو چې په دې دغه تصویر چې زموږ پر ضد کاریږي، دا باید زموږ په ضد ونه کارول شي. هغه دسیسه چې زموږ په ضد جوړه شوې، هغه باید زموږ په ضد جوړه نه شي. این دسیسه دا د هر چا نه، د مخالفې ټیمونو لخوا. منظورتان از کی؟ هر هغه څوک چې په موږ باندې انتقاد کوي، یا هر هغه څوک چې خیلی آور شما میتازن و انتقاد میکنن، هر هغه څوک چې په موږ باندې ته وایي چې مثلا د کلوب دسیسه کې دوی دخیل و، اصل دا دسیسه خپله د هغوی لخوا جوړه شوې. دولت ساز این چنین موردی را، تیم ثبات و همگرایی این چنین موردی را بیان کرده؟ ثبات و همگرایی و من میخوایم گفتهای آقای عثمانی را براتون کد کنم. گفتن که داخل کمیسیون انتخابات هم از این چینل بازی و پارت بازی ها دست میزنن. از صحبتشان پیدا میشه که با همکاران بین المللی هم همدست شدن. آقای عثمانی از این حادثه چطور خبر شد؟ ناظر خصوصات 7 بجه رخصت شدن، کی برش زنگ زد؟ این کلپ از کجا شد؟ دا کلپ دا وزی دا په دیموکراسي کې دا په هغه پرمختللې نړۍ کې دا دا شتاره دا دا مثلا د زمو چطور درس کرد؟ سوال ما اینجاست، چطور درس میکنه؟ خبره دا ده زمو هواداران د مثلا په سلګونو دي زرګونو دي، دا که یو کلیپ وزی یو دغه دا یعنی د سینه دی چې یا چاته پکې توهین شوی یا کومه ډراما جوړه شوی. دا یوازې یوازې هغه د سیسه چې زمو په وړاندې جوړه شوی، دا هغه د سیسی نه خپل ټیم خبر کړو بس. جناب جوی صاحب، من میخوایم یک ضرب المثل را شریک بسونم که خیلی آشما شنیدین، میگن تا نباشد چیزه که این مردم نگویند چیزها. در این کلیپ چی بوده که اینقدر درد سر خلق شده؟ کلیپ خبر داده دا کلیپ کی هیچ نشته ده. هر هغه څوک چې غواړي مدعی و دسیسه جوړه کی و پلمه جوړه کی و بهانه جوړه کی، لدینه یو پروپاګاندا جوړه کی. هر کس منظورتون را واضح میخوایم داشته باشم. مو مخالف تیمونه، تیم ثبات و همگرایی، طول همگی په ټوله کې به ثبات او اینا دسیسه میسازن در برابرش. لومړی دغه مسله ثبات او همگرایی نیاز به یې، لومړی دا مسله ثبات او همگرایی را پورته کړو. دوی ویلي چې دغه کلب په ماتولو کې دولت ساز لاس لري. نو دوی د وز مونږ دغه پښتنو جواب راکې چې دوی ته چا خبر ورکې، ځکه او بجې ټول ناظرین رخصت شوي. دوهم بحث دا دی که چیرته د کمیسیون نه خبر ورکړل شوی وي یا د امنیتي سکتور نه، نو طبیعي ده چې دوی بیا هغوی سره چینل بازی لري. بسیار تشکر. خو از اون صاحب، چرا شما این چنین کارا را انجام میتین، دسته سازی میکنین؟ واقعا میخواین با اذهان عمومی بازی کنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تاسو جاوید صاحب که یعنی صاحب تاسو د تلویزیون لیدونکو ته، لومړی بحث هغه مهم چې دی هغه دا دی چې موږ دریز او موقف لاول روښانه وو. موږ د کمیسیون ټولو پریکړو ته احترام لرو، په کمیسیون باندې اعتماد لرو، مګر دا چې دوی خپله باعث د دې شي چې د اعتماد خدشهدار کړي او یا زیانمنې کړي. او مهمه دا ده چې موږ هیڅ ډول
غیر قانونی کړنو ته نه اجازه ورکو او نه خپل تر سره کو موږ اس ډول ارتیا نه لرو چې چا پاړه د سو کو او نه چا نه د دې ارتیا لرو چې دغه سیو ملي پروسه بدنامه کو اما اگر ضرورت ندارین آن چرا که مطرح کردین چی زه غواړم وای راشه مرده قلف مات شوید اسوی د ټول ناظرون دا چې دا چا مات شوید اوس کو کمیسون فیصله پر مسئولیت په امنیتی مشاور د دارالانشا چي اما په دې شک نشته چې هلته د دولت ساز ناظرونو هم حضور درلوده دا چې څه شی شوي دي دا په دې اړه دوه ټیمونه مشخص شوي دي یو تخنیکی ټیم او یو بل جرمی او حقوقی ټیم چې هغه بیا د حقوقو له اړخه ګوري چې دا حقوقي اړخ باید دي سیړي او بل اړخ تخنیکی چې څه شی شوي دي موږ پرون له کمیسیون سره جلسه درلودل از موږ استاد وو بلاخره په دې توافق ورسېدو چې هم کار باید دوام پیدا کړي او هم باید تحقیقات وشي او د تحقیقات باید موږ ته واضح شي چې د دې هدف څه شی و ګوره دا دلیل نه شي کېدی چې دوه سرتیري هلته ننوتي وو او که څوک داسې فکر کوي چې دا دسیسه وه خو دا هېڅ منطق نه قبلوي بین همین پرسش را از شما میپرسم شما از کجا خبر شدی ګورئ موږ د دې پروسې یو طرف یو یو مهم طرف یو او زموږ ناظرین هلته شپه ورځ اخته و چه کار وکړي دا طبیعي ده چې هر خونه خبرې شبه روز د اونجا چه کار میکنن ګورئ 24 ساعت دا ډیټا چې انتقالېدل ټول ناظرینو 24 ساعت موږ هغې باندې هغه کړی اما آقای جاوید گفتن که ناظرین بیرون شدن ګورئ 24 ساعت د تیرو څو ورځو راهیسې دا لړۍ دوام پیدا کړی و په دې ورځ په اوو بجو زموږ ناظرینو ته ویل شول چې تاسو سوځئ تاسو وځئ په دې شپه باندې ویل چې نن کار نشته تاسو وځئ سرور ډاون دی یعنی یو پلان شوی کار و زموږ له نظره مګر دا چې تحقیقات معلومه کی ځکه هغې کې هم د لوی سره عملی حالا اگر این مورد از پیش طرحریزی شده بود شما با عنوان یک طرف انتخابات چرا رفتین پس کجا رفتیم؟ از کمیسیون بیرون شدیم گوری کمیسیون که خمون طول تو ویل شد چه تاسو ووزه ده طول نظرون ویستل شد او حتی ویل که تاسو ووزه من تاسو پا زور و باسو حتی دولت ساز بیرون شدن؟ من ده کمیسیون پریکلو تا احترام وکی من او تلو ده کمیسیون ده استاز و ده مسئولین و چلتا و ده اغوی پا او خصوصا ده امنیتی مسئولین و چلتا و چه ده اغوی پا خبر از من نظرین لسیم سخه و تل خورس تا خبر شد چه یو شمیر نظرین ده دولت ساز حالتا حضور درلوده تر اتنیم وجوی حتی کارش حالتا جریان درلوده نو پا داس حال که چه از من نظرین و بجی و تلی و وز با دا تحقیقات معلومه کی یعنی 1.5 ساعت تیم دولت ساز افرادشان در اونجا بود طبیعی ده اوس به دا تحقیقات معلومه کی دیشب گزارشی که ما داشتیم یکی از ناظرا اینچنین موردی را بیان کردن که در کنار قطعه خاص یا اسپیشال فورس حالا ناظرین دولت ساز هم بودن یعنی شما این هم مورد تایید میگذارید ما گمو اندغه خبر در تزام کوم چلته دس گزارش نمشه چلته دوی ناظرین حضور درلوده متاسفانه چې په داخل د تعمیر کې کامرا نشته امنیتي کامرې چې دوی باید د جریان ثبت کړی وای مګر بیرون دا کامرا شته چې د دې موږ پیشنهاد هم دا و چې دا تصویرونه هم باید وکتل شي چې څوک د داخل ته ننوتلي دي او د چا په اجازه باندې دا قلف مات شوی دی په اوله شپه د کمیسیون امنیتي مشاور زموږ استازو ته ویلي خصوصا زموږ د کمپاین رئیس او نورو هلته کوم خلک چې هلته و د ټولو خلکو مخکې د کمیشنرانو استازی او د کمیسیون نور غړي چې و ویل چې ماته رئیس دالانشا هدایت کړی دی اوس وروسته خبره په هغه راغله خو زموږ مسله دا ده چې باید شفافیت ته ورسیږو توضیحاتو ته ورسیږو او معلومه دا شي چې څوک پر دی واقعا چا دا دستور ورکړی دی او هدف د دې څه و ګورئ که څوک وایي چې د هوا د سړېدو له امله وه ښه دوه نفره چې هلته ننوتل دا نور امنیتي ځواکونه چېرته ننوتلي وو د دوی د ګرم کن محل سوال ما از شما امین است حالا شما در اتاق سرور یا سرور روم میرین خود گرم میکنین خوزه دا وایم دا هیڅ منطق نه منی دا هیڅ منطق نه منی چې دغه سیو ملی پروسه چې د افغانستان برخلیک شما میخواین د اتاق سرور روم خود که سر دست گرم کنی اصلا الته بخاری نشته الته بل کوم د سیو الا نشته مرکز ګرمي نشته الته او تر اوسه جمع دومره نه ده تاسو اوس وینئ اما اون چې راکه مطرح میکنین اون چې راکه شما حالا مطرح میکنین همه در یک حد حرف است اون چې راکه جناب جاوید اشاره کردن و اتهام هست ګوری زموږ هیڅ مورد اتهام نه دی په هماغه شپه زموږ تاسو د کمیسیون دا تایید کړه چې متاسفانه پیښه شوې ده خلک ورنوتلي دي دا چې څه شی شوي دي په دې اړه تر اوسه وخت دی چې موږ قضاوت ارتباط داشتنش با دولت ساز سوال مه بود این که میگن ما اصلا در این کار دست نداریم و کلپ هم گفتن که گزینه ای بوده که حداقل میخواستن وضاحت این امر طبیعی است و سایر موارد چې وایم چې پرېږدي چې اجازه ورکړو چې دا تحقیقات پای ته ورسیږي او د تحقیقاتو نتیجه روښانه باور دارین به این تحقیقات
طبیعی ده من فیصله کرده او یو مورد د کلیپ پړه ګوره د کلیپ کې جاوید صاحب وایي چې دا یو عادي خبره ده زه فکر کوم دا عادي خبره نه ده په دې کلیپ کې حتی په افغانستان کې د یوناما ماموریت تر سوال لاندې لاړه او دغه نظارت چې دوی کوي دا تر سوال لاندې تللی دی موږ د وضاحت غوښتنه کړې ده او 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 دا شدیدن د دوی ممکن موږ د یوناما په ماموریت باندې خبر نه لرو هغه ته احترام لرو چې هغه نظارت کوي وخت په وخت موږ یوناما هم خایم پرداخت اما خبر داسې ده چې دا د دوی هغه چینلونه ښیي چې با یوناما هم میپردازیم خازون صاحب اما جناب که یعنی پرسشی که مطرح میشه چرا باید یک حریف انتخاباتی بیایه استفاده کنه از گزینه ای که اصلا بجا نیست جناب جاوید میگه آنچه را که حالا تیم های رقیب در برابر ما مطرح میکنن یک دسیسه است شما هم بخشی از این دسیسه هستین به نام ویدا خداوند با کسب اجازه از حضور همراهانمان در بس و سلام بر ملت نجیب افغانستان در باب این که در کمیسیون چی گذشته آنچه که شما گفتین کلیپی که پیشتر دیدیم چند مورد قابل بحث است مورد اولی که چرا سازمان ملل و یونما در امور انتخابات بگفتی آقای خانم کروخیل با ایجاد یک چینلی که ایشان گفتن به نفع تیم دولت ساز مداخله میکنه این یک بحث بسیار جدی است موضوع دومی پلیسی که تنفیذ کننده قانون است با کدام صلاحیت به اساس کدام شاخص های انضباطی قفل یک قلب تپنده کمیسیون انتخابات دیتا سنتر یا به عبارت دیگر دیجیتال سنتر میده میکنه مسئله دیگر سراسیمگی تیم دولت ساز و آشفتگی را شما از کلیپ خانم کروخیل دیدین مسئله مهم دیگر به تضادگویی های بین کمیسیون انتخابات بین بخش دارالانشا و بخش کمیشنرها و مسئله دیگر افزایش شک و گمان در رابطه به تحرکات دبیرخانه کمیسیون انتخابات در امر عدم صیانت درست از آرای شهروندان از جمله مباحث کلیدی است که در این باب قابل بحث است به باور ما هیچ گونه دسیسه از هیچ طرفی پیرامون تیم دولت ساز در امر اینکه چقدر تقلب کرده و چقدر تقلب نکرده و داره با سرنوشت مردم افغانستان با کدام ابزارها و با کدام اسلوبها بازی میکنه صورت نگرفته این چرا که آقای جاوید مطرح میکنن این یک دسیسه است بیش از اون نمیخونم ببینین خب دوز با پشتواره گرفتن جز از توجیه ازید که چی میتونه باشه توجیه ببینین قفل میده شده قلب تپنده کمیسیون انتخابات دیجیتال سنتر میده شده قفلش دوز یعنی کسایی که عامل این بودن دوز کسایی که 1 میلیون رای تقلب کردند دوز اجازه دید من با شما میگم خودتان پیدا کنیم سوال خوده حالا من میخوایم از شما بشنوم بازی سوال کردیم بازی جواب میخوایم دوز کسانی که دارن خزانه ملت به تاراج میبرند دوز کسانی که دارن به کد 91 به چور بازم میپرسم کی دوز کسانی که 5 سال 150,000 سربازان دلیر ما را به کام و مرگ سپردن دوز کسانی که با دشمنان مردم افغانستان تبانی داره و دوز کسی که وظایف خود به نفع مردم افغانستان یعنی نتونست انجام ده دوز کسانی که بیشتر از 180,000 کارمند کمیسیون انتخاباتی غیرقانونی استخدام کردن و دوز کسانی که 23 تن رئیس رؤسای ولایتی کمیسیون انتخابات استخدام کردن این بزد دزد پشتارهی کی است؟ من نتونستم واضح از شما بشنم کسی که باور به دموکراسی نداره کسی که داره با از خزانه ملت کی است؟ از خزانه ملت داره بر ضرر ملت بران خلق میکنه داره دموکراسی رو به چالش میکشه جناب کنیسب شما مشغول صحبت نگه کی؟ دوز یک چینل است یک شبکه است که در داخل ارگ امروز یک طرف از انتخابات است از سوی کی حمایت میشه؟ از سوی کسی که فعلا به نفع 1 میلیون رای تقلب شده کی؟ از سوی کسی که والی از سوی کسی که 500 دستگاه بایومتریک امروز مفقود است از سوی کسی که مراکز رایدی و سلیقه شخصیت در آقای غنی در ساعات هم استخدام شده همسایه‌شان هم سپیدار آقای خوازون و هر برداشتی که شما میکنین من آدرس من دادم نه. من آدرس دادم زبان شما بشنه این وابسته به داوری ملت من نمیخوام بی‌طرفی من میخوام حفظ کنم بیشتر از این کی خودتان داوری کنین خودتان قضاوت کنین کی این ما در مسند قضاوت نیستم اما میخوایم از شما بشنویم من هم به مسند از این نیستم که داوری کنم من وضعیت گفتم مردم افغانستان اما اتهام شما وارد کردین پیهم که دزد را با پشتاره خواندین و نقطه نقطه نقطه
و آنچه که مطرح است را یک دسیسه در برابر تیم دولت ساز هر، نه هر آنچه که شما محاسبه میکنین. ما آدرس دزد دادم کسی که در طول 5 سال آزمایش خود داد، کسی که در طول 5 سال با زبونترین دشمن خونخوار افغانستان معامله کرد، کسی که خط دیورند فراخ و کسی که امروز آمده به ارک برای یکی از صحبتهایتان در همین بحث یعنی انتخابات 98 شما تیم دولت ساز را قبلا مطرح خودتان هر کسی که خود منی محاسبه صحبت شما من نقل کردم. من محاسبه خودتان است. من میخوام داوری شما را در اینجا ببینم. حالا من داور نیستم بلکه من گرداننده هستم. اما اجازه بدین که جناب جاوید هم داشته باشیم که بدانند این دوز کیست. دوز دموکراسی کیست. این دوز دموکراسی که با پشتاره گیر آمده را شما شناختین؟ خب اول دا چی ز مخله دین وایم چی دیجیتال سنتر چی آغا تهیت آغا کلوب کلاس شویم نده. پر اون ستاسی تلویزیون لایف نشرات لارل. ال تشپاره صندوق او څوار لا صندوق چې هر صندوق څلور سیل لري دا هیڅ خو زیدلیم نه و د دې ټولو ناظرونو په دغه کې دو صندوق چې و په هغه کې هر صندوق څلور سیل لري چې هر سیل شپږ شمیرې لري په هغه دو صندوق کې د یو سیل دا صندوق دی دا یو سیل د سیرازي کلب یو د سی یو د سی یو د سی په دې کې صرف و کدا درې وړه خلاص کې بیا الته ګوتی وهل کېږي دغه یو سیل شمیره چې کله د ټاکنو کمیسون کارکونکو اعلانوله هغه ټول ناظرینو غلطه خسته و. اما این سراسیمگی تان در این کلیپ یعنی چی؟ سراسیمگی دا هغه چا ده چې هغوی رای نه دی اخیستی چې په فیصدی کې نه یعنی چی؟ په فیصدی کې نه راځي. زه د ثبات او همپالنې نه دا پوښتنه کوم. دوست با پشتاره سخن میزنن؟ نه هغه داسې دی چې یو شمیر خلک اوس خوبونه ګوري سر چې راپاڅېږي یا خلکو ته لیکونه لیکي یا مثلا ناحق ادعاوې کوي. دوی خو ویلي وو که نه چې همدا د کیاني صاحب مشر ویلي وو چې رئیس جمهور غواړي چې سترې محکمې نه د بایومیټریک رای په اړه باندې یعنی متوجه تمام صحبتها شما هستین؟ نه خبره دا ده چې دا وایي دغه د بایومیټریک رای چې دوی ویلي چې محکمه په دې اړه پرېکړه کوي کومه دی هغه پرېکړه اگه جلوګیري نمیکردین چنین میشد؟ چه شي جلوګیري دې کړی؟ جلوګیري کردین بله از یک فاجعه جلوګیري کردین. شما هم کار کردین داخل ساختین. دوهم اول خدا دې چې باید تاسو باست دعوت هم نشي ځکه تاسو په فیصدی کې نه راځي وخت چې فیصدی کې نه راځي باست ولی راځي مونږ تاسو د خپل حریف په توګه نه ګورو. ما دو حریف قلم داد نمیکنیم. ما قاتل دو تر سره حریفان دو یو فیصد رای نه دا خدا جای اورو جای شرم که مرو همین بره دعوت کرده پوشین خبر داد هیچ وجه قابل با دوزا قابل مقایسه نیست. با دشمنای دموکراسی با دشمنای جمهوری است. چه مدنی ټولو نه بله جاسوسی بله 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 معلوم است جاسوس کیست. معلوم است راز مزدی ته خزون سبنا ته دا جواب را کی چې تاسو ته خان ناظرین در ملوک ویلو چی سیستم بند شوه دی کار نکنی دوی چه خبر کرو؟ حالا شما چرا حضور داشتین تا به این پرسش را خواهم کرد؟ رخصت شوی. این پرسش را خواهم کرد اما شما تا ساعت 8:30 بجا دستین خب هیچ چی میکردن؟ ما دیشب گزارشی که داشتیم به اساس منبعی که طول ناظرین رخصت اجازه بدین خواستون سای پاسخ بتن فرمایا که از ناظرین اینها زنگ زدن و گفتن که بیان که نفرای داخل شدن و بجه طول ناظرین ناظر اینها با ما زنگ زدن و گفتن که این بیان نیروهای امنیتی داخل شده و به نفع دولت ساز کار میکنه و بجه طول ناظرین رخصت شوید بیا داوی قلف بیا اتنی می بجو پوری تو چ ناظرو دوی و چ مون 12 بجه خبر شو تللی بفرمایید 12 بجه لکم ځای خبر 12 بجه نه زمون تاسو چې زمون مسئولین خبر شو الته ورتله لس بجه و سو دقیقه وی چې الته خلو اتنی مو پوره خصمون ناظر دوی ولی لس تر اتنی مو پوره کارو لغی ورسته برق قطع ولی څو ګور برق قطع کزه که چې دوی پوشل چې زمو ورزی زمګ مسئولینو روان دي دوی برق قطع کړ او اما غزي کې په سنټر کې و چې دوی راو وستل لس بجه دوی سنټر نه راو وستل تر اتنی مو بجو پوره دوی رسمن کار کو دا چې شی شی وی دي و بجه ټول رخصت شی وی د اوس مخ کې جاوی سوي وی چې الته سیلونه ګوره په سیلونه باندې مون خبر تر اوسه نه کړی بحث بنا هشیگو مو گوایی چی قلف مات شوه ده خلی گرنه و تریدی دا چه سه شویدی دا با حقیقتی ها کمیسون او داغ حیاتون معلومه ای مگر من تدید دوی نظر زنگ واره تشکر خواستون سوی پیم طرف شما واقعا منطقی بودن میتونه که به خاطر گرم کردن خود به یک نقطه سرد باید مراجعه کنید؟ دا جواب ده کمیسون نه نه این سوال به این سوال به عنوان یک شهروند این ده به عنوان یک شهروند از شما پاسخ میخواد گره په کوم اصولی که راغلی چیزه ده دولت ساز تیم ویان دی اما اوز به عنوان یک شهروند یعنی شما به نظر این مورد را نمیتونید تایید کنین نه رد کنین گره زده دولت ساز تیم ویان اما زده شهروند شما میتونید در یک نقطه سرد جناب جاوید دل کمیسون نه پخته من میخوام پرسش ما کامل بسازون در دوم جواب شما رو داشته باشم پرسش رو یک بار گوش کنین تا آخر بعد از بتونین خوبتر راحتتر جواب رو بدین آیا منطقی هست که شما در یک نقطه سرد قرار بگیرین برای گرم کردن جانتان
داده کمیسیون نپختن. نظر دسته انتخاباتی شما چیست؟ دولت ساز اما قدر در تاکنو کمیسیون هلت اصول لری قوانین لری در همین مورد نظر دسته انتخاباتی شما حیات دوار تاوتا که هر سدی بررسی که مونگ در تقلب خلاف یو هر سو که تقلب که مونگ خلاف شو. اما آقای کیانی شما را به شکل متقلب خواندن نه خواغه خوارت سو یغوی خو خوبونم گوری هغه مخکی ویلی و چی جمهوریت کشتاره او چی او چی مونږ ګوره تیمو بعضی کسان بتلل قطر ته بعضی بتلل مسکو ته بعضی بتلل اسلام آباد ته چا د موقت حکومت لپاره د رشګانی وته کړی وی مونږ په دغه کمپاینونو کې تاسو ولیدل چې په مونږ څومره بریدونه وشول کوم ځکه وشو په دې پروان کې ونه شو په امرالله خان سره ونه شو په قندار کې ونه شو که شما برین از یک مکان امنیتی استفاده کنین برای کارزارتون آقا ګوره در کجای قانون انتخابات آمده بود که شما از یک منطقه امنیتی استفاده کنین اجازه راکړئ د ټاکنو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت سره په تفاهم دا پریکړه کړې وه در کجا سندش در کجا استاده سند مطمئنا شما بحثا رو دنبال کردین که روی همین دو سه شب ما بحث داشتیم سند شته خبره داده چې ټول کاندیدانو ته چې کوم ځای کې امنیت خو خوندې کیږي او خام نه دوی نیول شي مونږ هر ځای کې چې مونږ غونډه نیول د کورنیو چارو وزارت ټول کاندیدانو هغوی سره خبرې کولې چې په هماغه اساس چې امنیت خو خوندې کیږي بحث مو طرف دیگر نره جناب جاوید واضح ما میخوایم به جواب شما را داشته باشم حالا به عنوان یک دستی انتخاباتی منطقی به نظرتون میاد که وارد سرور روم شوین به خاطر گرم کردن خور دست مو پرزت یا توتیا نه ما سوال ما شما شاید درک نکردین ما سوال این است که منطقی هست که فردی داخل سرور روم شود به خاطر گرم کردن خود دسته انتخاباتی تان جوابش چی است؟ زمونگ باور شما زمونگ باور داده چی؟ در تاکنو کمیسون ده دیل پاره دقا پلاوی تاکل یدی داده همه جانبه برسی شی او داغی برسی نتایج دیل اول سر شریف یعنی شما سر سیما نیستین ده نه نو یو چاچی رای وڑی یو چاچی ملی رای وڑی یو چاچی ولس پی باور کردی ولی سر سیما یو حالا کلیپی که منصوب به خانم کروخیل هست این هم حد حرف است و فقط یک کلیپ عادی خبر داده خواه چی مونگا پا خبلو که مشوریم که مونگا تیم مثلا وس دانه که چی مونگا رو رز غندی ونیسو مونگا مثلا سوشل میدیا دا مثلا نور دغا دی لتکنالوژی نه استفاده دا پا خبلو که و مشوره دا و اغا کلیپ لیک شه خلاص ده کوم خاص خبرانه بسیار تشکر خواستون سویب تا دقیق دیگر پاسخ واضح تان را میخواییم داشته باشیم که چگونه یک ناظر تیم دولت ساز میای برای شما تماس میگیره و از آنچه که تیم دولت ساز انجام میده برای شما گزارش از یک طرف و در دوم این که چقدر منطقی بوده میتونه که خود را در سرور روم باید گرم کرد برمیگرد بازم خوش آمدین. جناب خازون واضح میخوایم جوابتان را داشته باشم. چگونه ناظر تیم دولت ساز میای برای شما اطلاعات را میتسی یک طرف و دوم بحث گرم کردن خود در سرور روم؟ اول بحث گرم کردن در سرور روم هیچ نوع منطق نداره. چون گفته کیانی سبدز به پشتاره گیر آمد. هیچ بانی دیگه پیدا نکردن. بالاخره آمدن ایر مطرح کردن. ما مخکې ویل که دو نفر دلته ځانونه ګرمۍ ده نور ځواکونه چې شاوخوا د کمیسیون دي چې سلګونه کسان دي دوی چېرته ځانونه یخ کړه یا ګرم کړه دوی چېرته او بل دا ده چې موږ په جدي پنځلسم د جدي کې نه یو چې دلته سیله د ژمي وي او وچه سیله چې موږ ورته وایو نه پوهېږم فارسي کې تاسو ورته څه وایي چې هغه ډېر سړه وي یا واورې بارانونه وي هغه یي نو هېڅ نوه توجیه دې ته نشته دا دو کمیسیون پس بر این که توجیه نیست حالا به این چه توجیه وجود داره که نماینده تیم از اینا یا ناظر تیم از اینا بیای برای شما اطلاعات را آقای دا حقانیت در کرده دی چه دا چاره مخ کرده دا افغان مل دا افغان ولس ملت بطن سخرا پورت شوید یا چه تا خلال چقدر میشه با منطق قبولش کرد کسی که به نمایندگی از یک تیم باشه باز بیای اطلاعات بر شما بده دا شای پا افغانستان که ممکن دی او خلق دی مینه که کوری ودان دیو او پدی باید من ټول خوشاله وسو لیو غیر قانونی کار څخه جلوی یعنی شما افرادی در تیم دولت ساز دارین که بر شما اطلاعات را میتن ګوری موږ افراد که نلرو اما همین صحبت تان این پیام به هم میتونه برسونه افراد خپل مینه که خپل مسئولیت یو سړی به تقدیر شي چې دیو غیر قانونی کار څخه مخنیوي کی راضی او چاته اطلاع ورکړي چې راشه پلیاز دخته دی غیر
قانونی کار مخه ونیسی ولی مونږ باید دی غیر قانونی کار د مخنیوي مخنیوي کې سړی یا مخنیوي کوون کې سړی چې اغنه جلوګری کې هغه باید وزفو هغه باید سرکوب کو راځي باید هغه څه تقدیر کو دا فرهنګ باید عام شي هر څوک چې وی ولو شي چا په ضرر مي هغه باید راشي دی غیر قانونی کار مخنیوي شما بیان کردین واقعا برام پرسش برانگیز بود چگونه یک نفری که میای از یک تیم حمایت میکنه تا پای جان سات میشه باز بیا د دقیق 90 بر شما اطلاعات را بده دو دوی ویندیان هم راغلی و بلو جان راغلی و بخیر حرف بیش نمیخونمش مطمئن در جریان صحبتایتون چی میده گره ما ورته مخه مخ پټلیزون کی ویل جوړ د زوانان سیاست به روخانه و سی خپل گټه به تعریف کړي و سی نه باید دلته په میس یو سوای به ورسته راځي بخنه حالا سازمان ملل هم واقعا دا ګوره دا شند په افغانستان کې شته یعنی یو سړی راځي دی یو غیر قانونی کار د مخنی لپاره یو اقدام کوي کور یادن باید دقیق څخه هرکلی وشي آنچه کلپ هم نشر شده بخشی از مو هست ګوري دا د دوی سره سیمه دي کنه دا دان څه شه دی چې په شین سهار هغه په پورتکیږي مسجونه ګری چې په لیاز خدای وس نو یو کار وکړي چې موږ وضعیت خراب دی نو نو نور سره سیمه کې تاسو څه شته وای څه غواړم دا وایم ګوري د دوی ټول ټیم پندې کوشش کړي چې یو چرته چینل پیدا کړي چې د خپل غیر تقلو غیر قانوني کارونو ته یو توجه پیدا کړي او موږ وایو چې کمیسون او ټول اړوند داخلي ارګانونه باید یوازې شفافیت تامین کړي یوازې قانون ته احترام وکړي یوازې هغه څه چې قانون تر ظلمونو لوایح وي په هغې باندې باید ټینګار وشي تامین وشي نو مونږ ضرورت دې ته نه لرو سازمان ملل واقعا مشخصا یونما در انتخابات افغانستان مداخله کرده نه مونږ داسې یو سند نه لرو چې یونما مداخله کړي اما آنچه را که آقای عثمانی مطرح میکنن دیگه چی آقا ګوري تاسو خپل ویلي هلته چینل ویل دی هلته نه دی ویلي چې سازمان ملل پالیسي دا شی ده اما یونما را یاد کردن شما دوی په یونما کې ممکن داسې یو چینل پیدا کړي چې هغه دوی طلبي وکړي اجازه بدین که براتون مستقیم امیر نقل قول کنم جناب عثمانی میگن داخل کمیسیون انتخابات هم از این چینل بازی و پارت بازی دست میزنن از صحبتشان پیدا میشه که با همکاران بین المللی هم همدست شدند یا اونا هم دست زد درته خبر کوم کله چې دوی د چینل خبره کوي چینل په دې معنی چې دوی هلته یو شخص یا ممکن یو ډلې سره خبره کړي اوسي او هغوی په خاطر خپل غیر قانوني کړنې توجیه کړي د هغوی لار ځان ته لابي وکړي ځان ته نور مسایل مطرح کړي او هغه ګزارشونه چې یو این یې ورکوي په منظور از این چینل چی است؟ منظور د چینل څخه دا ده چې یو مستقیم یو طرف یې ځان ته ایجاد کړی یو لاره ایجاد کړي یو شخص یې ځان ته په پیسو اخیستی اوسي یو شخص یې تدمیع کړی اوسي یو شخص یې د ځان سره په ګټو کې شریک کړی اوسي او د هغه شخص له طریقه یعنی مورد را تایید میکنه شما خدا خپله دوی تایید کړی دی دا ممکن هلته داسې یو څوک وي چې د پیسو په زور یا د نورو امکاناتو او سهولتونو په زور ځکه دوی سره هر څه شته په هغه شخص سره خبره شوې او هغه د دوی د غیر قانوني کړنو لپاره هلته لابي وکولی شي دفاع وکولی شي د دوی په اصطلاح چې زه مطمئن یم چې یونما دا کار نه کوي او نړیوال ټولنه د افغانستان له پروسې څخه یوازې څارنه کوي او تمه مو دا ده چې کمیسون هم چاته په پروسه کې د مداخلې حق ورنه کوي ممنونتان که یعنی صاحب حال پرسشی که مطرح میشه این چینل بازی ها چقدر میتونه سرنوشت انتخابات افغانستان را متضرر بسازه و بحران بکشه در وضعیتی که شما نه طرف تیم دولت ساز هستین و نه هم فیصدی را بردین میشرمن که با شما هستن به شکلی ما فکر می کنم به خودم آرام میای که با کسی یک آدم متقلب یا یک آدمی که نی باور به دموکراسی داره نی باور به قانون داره به 5 سال حکومت هم قانون اساسی تعطیل بود هم جمهوریت به حالت تعطیل قرار گرفت هم خزانه ملت چور شد ما آرام میای که با او بحث کنم او را رقیب بدارم جاسوسی طرف شما چی جاسوس معلوم است که کی جاسوس کسی که با شبکه حقانی در تماس است کسی که یک لین گرم با آیسای داره معلوم است که کی است جناب غنی یک لین گرم با آیسای داشت و و و با سنت است کسی که کن هست هست کسی که کسی که با طالب گوش کرد کسی که با طالب دند قوری رو داد ما قابل مقایسه نیستیم کسی که با طالب مشروعیت داد یک پایتخت در دو ایجاد کرد که امروز دارن به چین و به مسکو و این طرف و طرف ما بدون شک با این دشمن قسم خوردی این کشور قابل مقایسه نیستیم ما رای پاک داره ما بدون زور زر بدون از حتی در فیصدی هم نمی هست در فیصدی هست به شرط که آرای تقلبی اجازه دید آرای تقلبی رو ببینید کنید ببینید ما چند هستیم کسانی که صندوق ها رو پر کردن دزدان دموکراسی رو شما مشخص کنید آرایشون ببینید ما چند فیصد هستیم کسایی که رزل شیتاره خودشان گرفتن به پول خزانه ملت اساسات نو امن سیاق ساختن بیرون کنیم ببینیم
ما خاص ما از نهادهای دموکراتیک نهادهای زیرکی است، کسایی که تقلب کردن، کسایی که این روند ملی را منحرف ساختن، خائنین ملی هستن. لطفاً ریسپکشن. اگر سندی در زمینه داشتیم، من خواهش میکنم از یادم به کمیسیون شما اجازه دید تسلیم کردین، درست؟ اجازه دید من خواهش میکنم که سراسی میگیر یادم کنار بمانه، خون سرد باشه. لطفاً تقلب میکنیم، شما را با پشتواره میگیرن، دوزی میکنیم، با پشتواره گرفته میشین، سراسی میگیره کنار بمانید. میدان میدان رقابت دموکراتیک است، همت دارین بیاین، قدرت از قدرت استفاده سو نکنین، والی و مشاور و وزیر کنار بمانید، بیاین در میدان دموکراتیک ببینیم که کی زور است، بیاین برنامه‌های خود پیش کنین. در 5 سال ما دیدیم برنامه‌های شما جاسوس بودین. خودش بگه من با سرم یادم بشه اگه دارم جاسوسی را مطرح من میخوام ثابت کنه که کی جاسوس است. من میخوام که با سرم یادم شک دارم. چرا شک یعنی چی؟ شک دارم از گفتهایش ببینیم شما. من شک دارم که امی آدم جاسوس باشه. افغانستان شک داره. یا خیلی نبیل شو خال میبینه با صبح میرزا. یا نامه نوشته میکنه. یا نامه نوشته میکنه. یا اتحام بسته میکنه. امی 180 میلیون که شما گفتیم کدام سند. امی مسئله استورا محکمه کجاست. تو دمی وقتی که نبیل رئیس امنیت بود چرا خودش شکر کرد. جایسه به جزبت این که جوابشون خاموش باش. معلوم است خودت نمیتونی. رئیس نمیتونه یک مریض آوردن به کشور. شو خواه میبینی صبح یا نامه نوشته میکنی یا شب خوابی روز روز روزی میکنه. خودی دست به جزبت این ولگ مرد بس که یعنی صاحب مشخص به بحث اگر بپردازین مرد بس باشه خودت پرسش اینه که مطرح کردید ولگ باشید به خدا اگر باشه خودت یونما در کار کمیسیون مداخله کرده و به نفع تیم خاص چینل بازی جریان داره. این اساس گفتی خانم کروخیل چینل که ایجاد کردن این چینل مشخص چه شما میشناسین این چینل ببینید خود یونما باید پاسخ بده که این چینل در کجاست. این مورهای نامطلوبی که دارن دموکراسی رو و بران با آدرس سازمان ملل متعین چینل رو میشناسین؟ این چینل رو شناخت از این رو باید نهادهای عدلی و قضایی پیگیری کنن که از خانم کروخیل پرسان کنن که این چینل چرا دموکراسی رو و بران میکشه با آدرس سازمان ملل. کلیپ عادی هم بودن میتونه آنچه را که جناب جوید میگن. این عادی نیست، این سراسی میگیره. شما در سینوای یادم میبینین، در صحبتهای خانم کروخیل شما میبینین. اینا حاضر هستن به خاطر بقای رقابت در قدرت دچور ملی اجازه دید تکمیل به سرنوشت 30 میلیون تن بازی کرده 30 میلیون تن نابود کنند. هیچ چیزی جز از بقای رقابت بقای مذبوحانه در قدرت به پیش این مردم عایز اهمیت نیست. در طول 5 سال ثابت ساختن ما بدون شک با این دوزان معلوم الحال دموکراسی و قاتلین ملت قابل مقایسه نیستیم. کسانی که 150 هزار سرباز رشید ما را به کام مرگ فرستادن، کسانی که دارن کد 91 به چور ملی به کد چور مبدل ساختن، کسانی که گمرکات دارن تاراج میکنن، در ما به هیچ وجه با این قابل شما را نمیشماره. بسیار تشکر. اجازه دید به گفتی مستندی که دور دیگر میایم خدمت شما احمدزی. کسانی که هرگه به فحشا کشوندن ما قابل مقایسه نیستیم. ما آره میای با انسان های فاحشه میشیم. اما بعدن اومدن صحبت های دیگر رشان هم مطمئنا شنیدین. شما شنیدیم مستند بی بی سی رو هم دیدیم، به پای آقای احمدزی شنیدیم. بله بسیار تشکر. شما منتظر ازی باشی که باز دیگر چی ارائه میکنه. حالا بله. شما تیم متقلب هستین، در کنارش دزد دموکراسی هستین و لطفا خونسردیتون حفظ کنین. بر اساس همین صحبت ها چرا باید چینل بازی حتی با یونما شوه؟ خا مخکې له هغې نه زه یو څو خزون صاحب خبرې جوابوم بیا رازم دې ته. خزون صاحب اوس دا خبره چې په دې کې دوی ګیر شول چې دوی ته چا ویلي دي وایي د دولت ساز ناظر، او حال دا چې د دولت ساز ناظر او بجې وتلی وو. بل دا وایي چې جاوید فیصل راځي، جاوید فیصل یو ویان دی او دا ښه خبره ده چې هغه تا سره باس کړي او ته ورته ووایي او دا سند وړاندې کړي چې هغه ډاکټر صاحب عبدالله ته راځي. هغه بل مهم باس دا ده چې په 2009 کې تاسو د تقلب چغې والی بیا ولې ماتې ومنله، په 2014 کې تاسو د تقلب چغې والی بیا ولې ماتې ومنله. یعنی هله هم چیغ زده میرن زو بیش نیست د ټاکنو نه مخکې. ګوره په دغه ټاکنو نه مخکې دوی د ټاکنو مخکې دوی دا چغې والی. بل باس مهم باس دا ده چې دوی ویل چې دغه ده په دې ټاکنو پروسه کې دوی یو دوه ویډیوګانې جوړې کړې چې یو سړی لګیا دی او مثلا رایه دغه کوي دا صاحب دولت ساز په اول دا چې دا کوم سند کېدلی نه شي. بل دا که یو څوک د ځان په تقلب دغه کوي تقلب کوي هغه بیا د ځان نه ویډیو اخلي. مونږ خو ځون صاحب دې نه غواړو چې مونږ دا کس باید دوی ته دا اطلاع چا ورکړي. دوی دا بس باید و بجې هغې ځای نه ټول ناظرین وتلي دي دا اطلاع چا ورکړي. اما بر اساس گفته مسئولان کمیسیون به یکی از ناظرانی که دیشب ما گزارش داشتیم، اجازه بدین براتون معلومات را کامل که بر اساس از او صحبت کنیم. نه اجازه را که چیز بل دوی د خبرو تناقض ته وګوره. مخکې عثماني صاحب کلیپ چې تا ویلی هغه یو څه وایي دا بل څه وایي. چینل خو تاسو جوړولو چې مولانا څه وایي ته د عثماني صاحب خبرې ته وایي ته وایي نه هغه خو ویل ته وایي ته اوس څه ویلی او ته وایي چینل د یو چینل مسله ده. خو چینل چینل جوړ کړی دی. بل بس دا دی بل مهم بحث چی شی دی. بل مهم بحث دا دی چې د دوی
اگر کمیشنر چی دوی علت دغدغه کرده اگر توطئه تاسولی داره خودم کمیشنر مولانا چه وی ولی چی پماز آن مرگی بریت کی دلو دوی هر وقت یعنی اینت آبود سوشو روسته خو اگر امنیتی زاکن رسوا کرد تو لپروسه حالا شما سخنگوی حکومت هستین یا سخنگوی دسته انتخاباتی تان؟ امنیتی زواکونو اغا معلومات زتا تا در کم کتا سرا معلومات نیچا معلومات در مطمئن باشین جوید سر نو اس اساسی بحث داده ما بدون تحقیق در بحث نمیم بلکل داخل خبره ده چیز مون ویندویان خدای پاک دوم را بایستیداده که چی مطالعه و لری لگزر زکا بازی ویندویان زپ باسونو که داد آقا جورنالستان بارم چی بیکی لکا با پرسش ما اگر پاسخ بتین این چینل بازی یعنی چی؟ خبره داده خن؟ چی داری دوی پیس باتو راسی زکا دوی چینل بازی که مهارت لری چی دا چینل بازی چو شده؟ چینل بازی و پارت بازی دوی ویلی چی یو میلیون رای تقالب دینن کمیسون سمر رای اعلان کردلی یو 15 محل پاتی دی اگر رای دولت ساز نوی اعلان کردی چی 2.5 میلیون دی اگر کمیسون اعلان کردی دوی دی کمیسون نپختنه و کی دی کمیسون کمشنرانو تا دوی مشر هم رای وار کردی و دادی داغه نپختنه و کی بل دا چی وی چی نبیل دسی مثلا دراما نجوره ولی یا تقالب یادا نبیل سی بولی دی 2014 انتخابات و مسائل کل چی دی ملی امنیت نلر شوی پشای کرن که دا دومره دی وطن او خپل وظیفه ورته ګرانه نه وه ولې په هغې وخت کې نه افشا کول همدغه پوښتنې جواب دې دا دی ولس ته ورکړي انشاءالله جواب خواهند داد همدغه پوښتنې جواب دې ورکړي چې نبیل صاحب چې په 2014 کې که دا رښتیا هم په افغانستان زړه درد کوو هماغې وخت کې به راوتلی و چې په دې ټاکنو کې دغسې درغلي کېږي په دې ټاکنو کې دغه مسایل شتون لري په دې ټاکنو کې دا مسایل شتون لري بفرمایید غواړو پاسخ شما واضح اجازه بدین جواب صاحب جواب شما کوتاه داشته باشیم در ادامه ما اولا میگم که همی جناب قفور سه برای سواد نظامی خود تکمیل کنه سلسله مراتب در امور نظامی بدانه که رئیس امنیتی ملی وظیفیش چیست و به کی گزارشتی است یک مسئله مسئله دومی شما در یک یعنی باران اینا بی سوادن ما سواد نظامیش بله بله اگر سلسله مراتب میدانید چنین نمیگفت بله بی سواد است به نظر من معلومات خود تکمیل کنه سواد خود تکمیل اجازه دید به زمانی که آقای نبیل فهمید که ارباب داره خاک میفروشه خط دیورند معامله میکنه آنگاه آمد مردم نجیب افغانستان گفت که برادر همین خاک فروش است منصور تو نظر بابش در کدام جا رئیس استخبارات برآمده ای گپار گفت و به کدام جا رئیس استخبارات آمده در امور کمیسیون مداخله کرده یگانه فرد یگانه رئیس امنیتی که بی طرفی خود حفظ کرد آقای نبیل بود از زمان افغانستان را در بران کشانده بودند او زمان شورای امنیت ملی بود رئیس جمهور بود کمیسیون انتخابات بود گزارش خود مینیس رئیس امنیت ملی به نهادهای مربوط سپرده بود اون وظیفه از اون نبود که وزیر کابینه را مؤاخذه کنه سلسله مراتب مؤاخذه وزیر مالیه مشخص است که کدام محکمه خاص ایجاد میشه گزارش خود برای رئیس جمهور مینیس سرقومندان علای قوای مسلح و رئیس شورای امنیت ملی داده بود اما میتونست همون زمان استعفا هم بده و میامد ببینید در یک وضعیت بحرانی که همزمان از یک طرف آقای کرزی در داخل ارگ است میگم برای رئیس جمهور هستم از طرف دیگه آقای عبدالله در خیمه لوجرگا داره حکومت اعلام میکنه از جانب سومی یک تیم با زور تقلب خود برنده انتخابات سه حکومت آی ایجاب میکنه از رأی‌گذار منطق نظامی که رئیس امنیت استعفا بده در چنین برای دشمن در کمین باشه این از دید منطق نظامی مردود است اتخاذ تدابیر میکنه و بیترین روی کرد آقای نبیل میگن آقای نبیل یک گارد بوده حالا یک گارد میای رئیس امنیت بشه خود تو چی خودت چی هستی خودش هستی او بدر امی اصول بحث اصول بحث همی است جمهور دوز میگی اصول بحث همی است اصول بحث تو بحث رو ات کن تو بحث کردن نمیتونی تو به فیصد نیست تقلب تو رو بکشی اجازه بدین خواهش تقلب تو تقلب تو رو بسیار تشکر تقلب تو رو میکشی ببین بر تقلب به گند کشیدی دموکراسی رو به گند کشیدی دموکراسی رو به گند کشیدی به گند کشیدی دموکراسی رو ابراز کردین خائنین ملی جمع شدن همه معلوم است که وطن به گند کشیدین بوران حالا بحث خائن ملی رو زمانی که مطرح میکنین مطمئن است باز در برابرش مگر آنچه که هست را میدانید منحرف ساخت اجازه دید بله 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 منحرف ساختن یک روند ملی بازور پول ملت چیست خو دیدن حصار کشی دیورند میگر خیانت ملی نیست مشکل خود برای جمهور نامه نویشته تبادل دیتای استخباراتی میگر خیانت ملی نیست سوء استفاده ببینید ماده بند اول ماده نامه نوشته اجازه دید بند اول ماده 66 قانون اساسی افغانستان بیان میکنه که رئیس جمهور نمیتونه مواد 64 قانون اساسی را در حول منافع تیمی خود استعمال کنه می آدم نکرد کجاست چرا در این خط خیانت تو بگو سند شکایت چند سند مبتو بگو یعنی پاسخ بده من اجازه دید امیر بگم رئیس خودت همایون قیومی را به اساس کدام قانون چهار وظیفه را داد
بگو حماین قیومی چیر داد؟ چهار وظیفه به او سپرده بر اساس کدام قانون؟ هیچ مشکل نداره. مشکل داره؟ هیچ مشکل نداره. مشکل نداره. اجازه دید به اساس کدام قانون یک کسی که دوسیه بر لوی سارمانی داشت موین گمرکات و وزیر مالیه تامین فیصله کرده حالت تعلیق از وظیفش به اساس کدام قانون فیصله گوشگیر قانون بخوان خود تشکر کیانیسا اجازه بده کسی که معتمد کیانیسا بسیار تشکر کیانیسا قانون بخوان خود بی سواد است مشخص و پرسش مجاویسا جواب داد پر از زن شد به سواد خودت هستی کیانیسا اجازه خودت معلومات رو تکمیل کنم مشخص و پرسش من پاسخ این بحث خیانت را که مطرح کردن واقعا در این حد دستی انتخاباتیان با صحبت هایی کردن چون اینا خود دیگه سند نداره بازنبیل چرا در این حد باید خیانت شد بازنبیل سب که شاخو میبینه اونمو ایچز واری یک رزاق مامون واری باز یک نامه نوشته میکنم ما امیدوار هستم که همین کلی مسئله که اینا سند داره یک نامه کلان بستر محکمه نوشته میکنم از بحث دیورند صحبت کردن در کنارش دندغوری و دندشاورین صحبت کردن کندوز در وقتی نبیل سکوت شد باز اینا یک کار کرده بله کندوز اجازه دید که من تکمیل کنم همین رئیس خوده اجازه دید من تکمیل کنم اجازه دید رئیس خوده در فرصت تان انشاءالله وقت میتونید ببینین من خواهش مایی است از همه جناها اول در افغانستان بدبختانه در 41 سال امی تپه زدن با نام کفر و تپه زدن با نام یی و خائن ملی و یی ما خواستیم ای است یک تعداد مردم در اینجا بود که نجیب کافر میگفت نه نجیب کافر میگفت اونمو مجاهدین امروز آمده طالب به او کافر میگه یعنی این صحبت ها رو در کم سوادی تان میگین تو گپ ما گوش کن تو گپ ما گوش کن باز یه را من میگم که یک دفعه تاریخ مطالعه کنه بیچاره مطالعه نداره تاریخ مطالعه تنها به قانون گفتن چیزی نمیشه اونا میگن سواد نظامی تان را تکمیل کنین سواد نظامی نبیل سه بسیار تکمیل بود که آمده رئیس امنیتی می یا گارد بود رئیس امنیت ملی شده ما که به نظامی یک قدر میفهمم ولی نبیل هم بفهمم بیا دمی جنگ نظامی منو سخنگوی وزارت دفاع بود و ما مسائل مشخص و پرسش پاسخ بدین حاشیه نری خواهشم چون وقت کم ما خواهش می است که از این به بعد ایجا ما همه ارگانا داریم هر کس ادعا داره باید سند ارائه کنه نبیل اول ادعا کرد که 180 میلیون دلار مصرف کرده بیار سند دوم ادعا کرد که از طرف محکمه می خواد که رای بی بایومتریک قبول کنه صحیح سوم گفت که 1 میلیون رای تقلب شده برو 1 میلیون او از کمیسیون انتخابات دولت سازی اعلان نکرد 180 میلیون را آقای کلکانی در یکی از بحث‌های ما اینجا با آقای فیاض که داشتن به شکل تایید کردن نه کلکانی او سخنگوی تیم ستاد دولت پس چیکار هستن اونا او ما زیاد هوادار داریم اونا چیکار هستن تایتل رسمی اونیست تایتل رسمی اونیست آقای کلکانی چیکار هستن ما زیاد هوادار داریم نه سوال من جایزه میلیون ها به ما او یکی از هوادار تیم دولت ساز است یا عضو ارشد عضو ارشد مهم نیست سخنگوی سخنگوی به خاطر مهم است که اونمو گپی او که از سند است اونمو میفهمی مسئولیتش همی است که معلومات ارائه کنه ما خواهش ما ای است که امی معلومات که اینا میگه شاخو میبینه صبح باز میخیزه یک سخنگوی دیگه اینا هستن 3 سال پیش به من میگفت که همی دوسیه در دستش بود به خدا من قسم میخورم که دوسیه در دستش بود میگه من میخوام که کاتی اتمر ببینم و رئیس ایتی چه شوم کمیسیون انتخابات روز سر رئیس جمهور فتوای کفر میداد ببینین بیاین امی دموکراسی را امی اصول را امی قوانین را یعنی همه صحبتاشون در تناقض با هم است اینا که به من بسواد میگه اینا امی قوانین مطرح کنه رفیق امی شما خواهشن خونسرد باشین کیانی صاحب و در این زمان جایی صاحب خونسردانه صحبت میکنیم خودتان خونسرد باشین خودتان خونسرد باشین اجازه دید جایی صاحب خونسردانه نیستی بسیار تشکر تشکر از هر دو بزرگوار اما جناب خوازون اگر با همین وضعیت نتیجه انتخابات اعلام شود شما با عنوان یک طرف میپذیرینش؟ خب به همین وضعیت منظورتان اگری باشه که همیشه سر قلف‌ها و سر دیتابیس ها عملت صورت بگیره هدفتان ای باشه که با چینل هایی که ممکن شاید چینل هایی در بسیاری جای دیگه هم باشه که ما رو مشکوک ساخته واقعا کلکین باز بود در دیتا سنتر یا بخش دیجیتالی؟ شما دیدین که دروازه عمومی باز بود قلف شکسته بود مردم اما دروازه دیتا سنتر مهم نیست. بسته بود مهم نیست اینمی که خودش داخل شده اینمی خودش یک سوال است اما گفتم این شک یکی از کلکینایش باز بوده این درست است؟
ایره بگذارن کمی دو هیئتی که تعیین شده اطلاعات شما چی را میرسونه دست انتخاباتی اطلاعات ما ای است که دروازه که سیل بود شکسته شده افراد داخل شده در دهلیز یک سویچ عمومی اینمی دیتا سنتر بوده که اونلاین میشه که لپتاپ وصل شود تمام دیتا کپی شود این بسیار حساس است و مسائل دیگری هم است اما ما این داره نکردیم که چی کار روش صورت گرفته به خاطر که ما نبودیم و این را گذاشتیم به دو کمیسیون تکنیکی که یکی تکنیکی و یکی از بودی حقوقی را بررسی بکنند پس از بررسی نتیجه را خواهید پذیرفت اگر اعلان شود خب ببینید که نتیجه چی میبره ناظرین ما است طبیعی است که در اوج اعضای اگر خلاف میلتون باشه چی خلاف میل ما یعنی چی ما تا خودم خواستم آن چی را که شما فکر میکنین مثبت نباشه منفی باشه گوری در طرز وقت اگر شما برنده میدان نباشین ساده در وقت لوند ده مکت ده مهم نه ده مکت ده ثابت شیش انگیزه ده کار چه شوا چا دستور ور کرده دی سوق مقصر دی عقب ترادلیت او قضایی سرلند راشی او څه شي شوی دی په دې مرکز کې د دوی د نوټلو هدف یوازې خسردی د هوا دا دلیل نشي کېدی هغه اوم د مسلې بیت مونږ ته روښانه شي چې هدف څه وو ځکه دا کار بل دا خبره ده چې چینل ممکن په نورو ځایونو کې وي دا چینل باید تعقیب شي یو نامه مونږ درخواست کړی دی چې هغوی هم باید په دې اړه وضاحت ورکړي او ټول هغه څه چې غیر قانوني دي دا باید ودرېږي هم کمیسیون هم یو شی زمخ غوړم جاوید سمخ اشاره ورته کوم که بتونم جاوید سمخ اشاره وکړي چې په 2013 کال کې 2013 کال کې مونږ ټاکنه ګټلې وي په غوس اکثر سره کمیسیون د چا د ګټ او د ناکامۍ اعلان شو کوي سودګی نه کړین اگر برنده بودین مونږ له دې سو طرف سره مقابل یو چې هیڅ ډول ارزښتونه ورته مهم نه چی د افغانستان سلامتی ورته مهمه ده د افغانستان خو د مونږ ملي والی د تحکیم به خاطر د افغانستان د سلامتی د افغانستان د بقا بسیار تشکر د قومي ممنون لطف کردین د افغانستان د تجدید تشکر خصوصا اما که یونیس در جنبندی صحبت ها فکر میکنیم با این تناقض گویی های کمیشنران کمیسیون و مسئولان کمیسیون از یک طرف و از طرف دیگر با این وضعیت بحث انتخابات افغانستان با وجود که شما خب در بخشی از انتخابات حضور ندارین یعنی فیصدی را به گفته جناب جاوید پورا نمیکنین نتیجه انتخابات چی خواهد بود این خب ادعای جناب ایشان است اگر تقلبات از اینا را بکشین باز میبینیم که کی چی گونه است و اینا مستحق مؤاخذه و مستحق مجازات با توجه به تقلبات و اینا اگر نپردازید به کمیسیون اگر قرار بی در حد اجازه اگر قرار به این باشه که کمیسیون انتخابات تحرکات خود شفاف نسازه و میکانیزم های رسیدگی به شکایت ها را مشخص نکنه و شرکای زینف انتخابات شریک نسازه و مداخلات آشکار آنچه که خانم کروخلی گفت در امور انتخابات نهادهای ملی و نهادهای بین المللی را کوتاه نکنه من فکر میکنم تیم دولتساز حالا آمادگی باران است این را به باران کشانده و وضعیت ما را در تونل تاریک داخل خواهد ساخت که اون باران مضعف خواهد بود از طرف دیگر از جناب شما خواهش میکنم از پرودوسر که ما را با چنین آدمای بی سواد با چنین آدمای آشفته و مریض دعوت نکنید که توان بحث نداره بسیار تشکر بس را باید همینجا پایان برسانیم همینجا معلوم شد نیروی صدید بسیار پایین است ولی تو بالا بسیار تشکر دکتر سیمان چه قدمی خوب است که در سال 2009 میبره باز به دیگر کس ریاست جمهوری میده معلومات در سال 2014 میبره باز به دیگر کس میته امی کرسی را یه چه قدمی خوب است من با بحث معلوماتتون کار ندارم بسیار خوش آمدین جناب جاوید صاحب خزون صاحب و کیانی صاحب لطف کردین واقعا تا درود دیگر بسیار